تلف نشه لطفاً قطعش کنید. توضیح همین باشه که همه ما به دموکراسی و حقوق بشر اعتقاد داریم و حقوق بشر و دموکراسی وقتی که قرار باشه در گورستان پیاده نشه و بین آدم ها پیاده بشه، اینه که هر کسی با هر سمبولی که داشته باشه آزاد باشه. آفرین. هیچ بحث هم راجبش نمیشه. آه بعد اصلا بحثشو ببندید. نه این راستی نظر ما ندارم دیگه. بحثش تلویزیون خودتونو راجب پرچم دیگه به هیچ وجه نگذارید. من فقط یکی دو تا توجه شما رو به یکی دو تا نوایی که از خواهش کوثر بود و فرماندهان نیروی انتظامی بود که چطوری جنبش رو منحرف کنن، کنترل بحران کنن، اینو تو یوتیوب هست براتون فرستادم، اینو بذارید مردم گوش کنن که ببینید چطوری میان تو تظاهرات ها و چطوری منحرف میکنن، ولی از این نتیجه چی نشه که مردم بترسن، نتیجه چی بشه که مردم هوشیار بشن و بتونن مسائل پیچیده رو تحلیل کنن و پیش برن. من مزاحمتون نمیشم. کاوه جان. مرسی ازم. کاوه جان، آره اینم که ما گفتیم. میگه من مسئله پرچم بستم. گفتم که پشت کاسه نیم کاسه نیست. اینا به چه دلایلی محافظه کارشون چیه؟ ولی که نظر من اینه که من خودم این کارو میکنم. نظرم اینه که هر کی دلش خواست ببره، کی دلش خواست نبره. این روز اولم اینو گفتم. پس بنابراین یکی دیگه خانم آقای عدل صالح زاهی ایشون برای من ایمیل فرستادن از فعالیت های آقای داریوش و گفتن که شما گفتید خیلی با نظر من که خواننده ها باید برن و سه تا خواننده البته خب ابی رفت بود ولی که گفت آهنگی که خونده اصلا معنی نداره، تظاهرات خلیج فارس نباید بخونی الان، و گفتم داریوش و گوش پیداشون نیست و گفتم که اینا باید خودشون نشون بدن مؤثرن. اون آقا هم نوشته من با شما موافقم از فنای داریوش و میگه مطمئنم داریوش هم با شما موافقه، کما اینکه کاری که کرده بعد برای من فرستاده کاری که داریوش کرده. این آقای چی اسمشون خوندم، عادل، برای من فرستادن کاری که داریوش کردن و منم دیشب تشکر که من داریوش قرار شد که بره واشنگتن بخونه در تظاهرات. پس بنابراین حساب میمونه با یک نفر، اونم خانم گوشه که هنوز هیچ چیزی من ازش ندیدم و یک نفر یک چیزی گفت که نمیخوام بگم ولی که به هر حال دیگه مجبورم بگم. یه در کوزه همان تراوت که در اوست. خانمی زنگ زد آقایی بود گفت آقا ما چه انتظار داریم از خانم گوش که به هر حال ایشون انقلابی نبوده هیچ وقت ولی که گفت خب ما سعیمون نیست. گفت چرا وقتی تو میذاری؟ گفت آقا سعیمون کردم. گفت این وقت ام کلثوم نبوده، ایشا ملا مرکوری نبوده، ایشا عارف قزوینی نبوده که شده فکر میکنی؟ گفتم خب من سعیم میکنم که شاید تونستم از گوش ملا مرکوری بسازم، شاید تونستم از گوش عارف زن بسازی، سعیم میکنم. من که انتظار ندارم. بله ولی که هشدار میدی، میگی خانم میتونی. برام دوستمون از طرف داریوش گفته که بله خیلی ممنون، میدونیم که اونم اثرگذاره، حرف شما رو قبول داریم و تمام اکتیویتی های داریوش رو برای من فرستاده. چه شکاره که ازش ممنونم. به هر حال ممنون از دوستان و هنوز چیزی از خانم گوش ما نشنیدیم. حالا مهم نیست. بعد خانم رویا مؤمنی از آتلانتا برای من گفتن آقا اینا نوشتن که پرچم نیارید و پس این چه حقوق بشری که به من میگه من چیکار کنم چیکار نکنم. راست میگید خانم، ما در مورد این مسئله زیاد صحبت کردیم و توضیح هم دادم که این آدما چه نوع آدمایی هستن و به اصطلاح کل قضیه چیه. بنابراین نترسید پرچمتون رو ببرید. اینا آدم های کاسی زیر نیم کاسی نیست، آدم هایی هم به هر حال اهل سیاست که میگن سیاست مدار نیستیم ولی سیاسی کار میکنن و بعدشون میاد خودشون رو مطرح کنن که به نظر من هیچ اشکالی نداره، قابل تحسین هم هستن خانم ها و آقایانی که این کار رو میکنن، خیلی قابل تحسین هم. بعد خانم مینای عزیز برنامه من رو سایت گپ خودمانی دید، 8 کلیپ بشه رو سایت یوتیوب گذاشتم، برای خود منم موقع فرستادم، ممنون. خب یه فعالیت دستی جمعی داریم میبینیم در مورد جفت خودمانی میشه و حالا این مال امروز بود دیگه، چیزایی که دیگه بسته دیگه در مورد اینکه مردم چه چیزایی فرستادن چه حرفایی زدن. نه چرا نگفتم آقای دانیال زبیعی که واقعا از وقتی میگم طرفدار یا ما مخلصیشیم فقط کار حرف میزنن، گاهگذاری مثلا یک چکی هم میفرستن. تو دو هفته گذشته تو یه ماه گذشته مثلا $1,000 برای تلویزیون آپادانا فرستادن. زمین که فرستاد آقای دانیال زبیحی در زمین نامه نشه خیلی طولانیه، ایمیل فقط نشه مستر میسیز دلدار
درود بر شما. I am an Iranian who left prior to the 1979. I have been observing yours and some of the other program for the quiet times. I never wanted to call you during your program because I know how occupied you must be. I truly commented you on your great message and true. خلاص دیگه خیلی تعریف کرده از من. خیلی ممنون آقای دانیل زبیب و اینکه مسائلی که دارید میگید و اینکه همین مسائلی که در مورد باید نباشه و نمیدونم فلان در خارج از کشور و ما نباید زیر بار بریم و همین صحبت هایی که کردیم، در واقع من زبان آقای دانیل زبیب بودم که مثل که ماها با هم دیگه خیلی مثل هم فکر میکنیم. به هر حال راست میگی دانیل جان و خیلی ممنون هستم همیشه از محبتات و از مهربانی هات به قول افغانا و سپاس گذارم. خیلی خوب، حالا بذارید که یه چیز دیگه هم به شما بگم. بذارید نه اول یه نفسی بکشم. به خود چند تا خبر خیلی خوب دارم، ولی که امشب چون یه دفعه برنامه‌مو قطع کردن یه دفعه نفسم گرفته شد. نه اینکه نفسم گرفته بشه ها، خب انرژیم رفت دنبال اینکه به FBI زنگ بزنم، بدم به XO زنگ بزنم، چرا اینجوری شد، اینه یه ذره به شما تلفن میزنم جواب بدم. بنابراین میخوام این خبرها رو یه ذره نفس بگیرم. خب یک دو ساعت من جلو دوربینم، یه ذره نفس بگیرم و بعد براتون بگم. بذارید پس برنامه این که من نفس بگیرم، شما نفس بدید، دمتون هم انشالله گرم، شما یه دمی بدید و این دمتون از اینجا شروع میشه. سلام از کرم قربان، ستاره دلدارم، تلویزیون آپادانا، گپ خودمانی در خدمت شما. از ادب دارم خدمت مخلص جناب علی، قربونتون برم. خسته نباشید. قربونتون برم. بهتون عرض کنم که اجازه میخوام چند دقیقه کوتاه وقتتون رو بگیرم. تمنا میکنم در ارتباط با مسئله تظاهرات 25 جولای به نظر من شما به عنوان یک رسانه ملی در برون مرز که این تظاهرات قراره در حوالی همون حوزه به اصطلاح محلی شما نزدیک به شما انجام بشه، وظیفه بسیار شاخصی روی شونه های شما هست و من دارم در طول چند شب گذشته که برنامه های شما رو دنبال میکنم میبینم که با هوشیاری و دقت فراوانی دارید این مسئله رو مورد تحلیل و بررسی قرار میدید. این باعث شادمانیه که یک رسانه داره کار خودش رو خوب انجام میده و ایرانیایی که در برون مرز این مسائل رو زیر ذره‌بین دارن با دقت نگاه میکنند درک میکنن که ارزش‌های واقعی یک رسانه نشان دادن نقطه‌های تاریک اجتماع و پرداختن به مسائلی است که زیرکانه داره انجام میگیره. ببینید جناب دلدار، مسئله تظاهراتی که داره 25 جولای در سان فرانسیسکو الان مدتی شروع به شکل گرفتن کرده، بسیار ریشه‌هاش عمیق‌تر، دلگیتر و سافستیکیتتر از اونه که تا به حال شما با تمام هوشیاری و دقتتون بهش پرداختید. نامه یا ایمیل هموطنی که فرمودید عضو شورای مقاومت یا هوادار مجاهدین هستن رو من با دقت گوش کردم و اون سه موردی که بهش پرداخته بودن. اما آنچه که شما انجام دادید و آنچه که شما حس کردید و گفتید که من چون دارن به ما میگن که چه بکنید و چه نکنید، من اون روز میرم و پرچم رو هم امرام میبرم حتی اگر شده یک شب به زندان برم. این عمل در واقع نمایانگر اینه که یک ایرانی، یک ژورنالیست، یک رساندار در خارج از کشور میخواد اگر حتی یک قدم جلوتر از هموطنانش در درون ایران که در خیابانهای ایران خونشون داره به زمین ریخته میشه، اگر یک قدم جلوتر نباشه یک قدم عقب نباشه. میلیون ها دلار پول در عرض این چند هفته گذشته، خصوصا این دو ماه گذشته، در خارج از کشور داره خرج میشه برای اینکه اپوزیسیون و همین چند تا دونه رسانه‌ای که دارن کار ملی مردمی میکنن، یعنی خود فروخته نیستن و آنتن‌هاشون در اختیار حکومت اسلامی نیست و مردمی که چشم و چراغشون همین رسانه‌ها و همین چند نفری که جلوی دوربین دارن بدون چشم داشت پول‌های حکومت اسلامی کار میکنن. من برخلاف گفته‌های اون
هموطنی که هواداره حالا هر کجای هر سیستم و هر ایدئولوژی که